یک سوال بسیار عظیم و بزرگ که با شنیدنش ممکن موهای جانتان در بدنتان سیخ شود. سوال چیست؟ او این که اعمال را که امروز شما به او مصروف هستین و کارهایی را که شما امروز میکنین، اگر الله سبحانه و تعالی در مقابل شما ظاهر شود، آیا جسارت و اجرات دارین که این اعمال در مقابل الله دوباره اجرا کنین و انجام بدین؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی در آیه های متعدد از سوره های متعدد کلام الله مجید این موضوع را مشخص کرده است که لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه الله از احوال بندگانش باخبر است. انه هو السميع العليم، ان الله بما تعملون بصير، ان الله كان سميعا بصيرا، ان الله بصير بالعباد. و آیه های متعدد که تا دلتان بخواه کلام الله مجید مملو پر است. از تو پرسان میکنم خواهر عزیز، این همه لخت و اوریان که از خانه بیرون میشی، اگر الله سبحانه و تعالی دمی آلت با الله سبحانه و تعالی روبرو شوی، به عنوان نمونه مثال میگم، آیا ای جرأتی جسارت داری که در برابر الله کس پیش پرسان کنه چرا احکام مشکستاندی؟ چی جواب خواهی گفت؟ تو فرزندی که به حرمتی پدر مادر میکنی، تویی که رشوه میخوری، تویی که با خون ملت معامله میکنی، تویی که قتل بنا حق میکنی، تویی که مادرها را داغدار میکنی، فرزندانشان را به خاک خون میکشانی، تویی که شرف عزت و آبروی مردم را میریزانی، تویی که غیبت میکنی، تویی که بهتان میبندی، تویی که اعمال فسق فساد انجام، لواطت، زنا، و تویی که ای خواهر عزیز در داخل نظام خانواده به عنوان امین قرار گرفتی، شوهرت بیرون از خانه میره و تو خیانت میکنی در منزلش، شوهری که همسرت پروردگار به عنوان یک هدیه و عطیه به تو داده لتو کوب میکنیش با الفاظ زشت و رکیک، در واقع قلبش جریه دار میکنی. اگر این اعمال را که ما انجام میدیم، مخصوصا جوانایی که امروز در صفحات متعدد با مصروف بداخلاقی و استفاده از الفاظ بسیار زشت که حتی آلات تناسلیشان نام میبرند، فحش میگن که انسان در شرم آب میشه که در مقابل دو سه نفر که اعضای فامیل است اون کلمات و عبارات بشنود. تویی که متوجه عزیزی هستی که چی کسی کدام خطاست پیشش سر میزنه، طور ما بیایم رسانه‌ای کنم تا عزت شرف وقار آبرویش بریزه و چند روپیه از این طریق مبادس بیارم. آیا این اعمال، سوال میکنم از شما، آیا این اعمال شما جرأت و جسارت شدارین که در برابر الله انجام بتین؟ اگر الله سبحانه و تعالی زمان که شما مصروف این عمل میباشین در مو حالت پرده ها کشف شوه و شما پروردگارتان ببینین، آیا این جرأت و جسارت دارین در شرم آب نمیشین؟ سوال است که فقط وجدانهای آگاه به او پاسخ خواهد گفت. اگر جوابش ای است که ما در مقابل پروردگار نمیتونیم ای اعمال انجام بدیم، فسق فساده، پس در مقابل بندگانش چگونه شما جسارت پیدا میکنیم؟ در حالی که الله سبحانه و تعالی در آیه های متعدد از قرآن حضور خودش لحظه به لحظه و ثانیه به ثانیه زندگی شما اعلام میکنه که در هر ثانیه از زندگی شما پروردگار حضور داره. و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما از رگ گردن بندگان به ایشان نزدیکتریم. السلام علیکم و رحمت الله.